همه رفقای عزیز خودم. آقا این دست و پا زدنهای عظما تو تله اتمی داره به جاهای باریک میکشه. آره چند روز پیش مدیر کل آژانس بین المللی اتمی رفت تهران و آخونده تا دلتون بخواد ورجه بورجه دیپلماتیک کردن. بعدم توی کنفرانس خبری اون یارو پاسدار سلامی هر چاخانی دلش خواست از قول گروسی گفت و یه چنین کمدی استنداپی اجرا کرد. مطلب مهمی رو که آقای گروسی امروز باز چندین بار در گفتگوی خودشون و در ملاقات بیان کردن اینه که هیچ انحرافی در برنامه های هسته‌ای ایران مشاهده نکردن و ایران طبق معاهدات و طبق ضوابط فعالیت های هسته‌ایش در حال انجام هست. دبیا یکی نیست به این پاسدار قالتاق بگه تو رئیس انرژی اتمی آخوندایی یا سخنگوی گروسی؟ گروسی خودش اونجا وایستاده زبونم داره، اگه بخواد حرف میزنه دیگه، این وسط تو کش میشی ها؟ آخر لاکردار نمیگی فردا برمیگرده اون وقت حرف اصلیشو میزنه بعد همه تو زایه میشین ها؟ بفرما روزنامه های خودشونم مجبور شدن حرف گروسی رو منعکس کنن و عظما رو سکه پول کنن. رافائل گروسی بعد از این سفر برخلاف اظهارات اسلامی که از توافق درباره گفتگو خبر داده بود، از بی نتیجه ماندن گفتگوها گفته است. طبیعتاً در گزارش خود نیز همین را لحاظ کرده و میگوید با جمهوری اسلامی در بحث ترتیبات نظارتی مشمول بر فعال کردن دوربین‌ها توافق نکرده است. بله حالا همه این کل ملق زدن ها یه طرف، تلاش اون یارو کمالوندی برای مالکشی همین فضاحت هم یه طرف. عوض کردن حرف گروسی تو کنفرانس خبری کم بود، این یکی داره از راه دورم حرفای گروسی رو عوض میکنه. عجب دجالی هم. قرار هم بر این شد که آقای گروسی وقتی برمیگرده اشاره بکنه که مذاکرات ناتمام مانده و قرار هستش ادامه پیدا بکنه. خب یه کلمه رو ایشون به کار بردن، این کلمه چون کلمه پادمانی هستش معنیش اینه که یه کاری شروع شده ولی به پایان نرسیده. البته بعضی وقتا ممکن هستش بر اساس اصطلاحاً ترتیبات اجرایی پادمان یا سابسیدری ارنجمنت بیان یه کلمه نگاتیو هم پشتش بذارن، یعنی بگن inconclusively negative، که خب این نگاتیو رو نداشت. وقتی نگاتیو داره یعنی که به دلایل و در واقع منفی این ناتمام موند. خب این عبارت درست ترجمه نشد، یه شیطنت هم بعضی رسانه‌های بین‌المللی کردن و اون رو به عبارت بی نتیجه ماندن یا بی نتیجه بودن تعبیر و تفسیر کردن. بگی منو این فکر کرده اگه 4 کلمه انگلیسی بلغور کنه همه چی حل میشه. اره بابا الان بسیجی هم دیگه با این حرفا خر نمیشن. بگذاریم از این که اصلا نیازی نبود گروسی چیزی بگه، قیافش تو کنفرانس خبری به قدری گویا بود که رسانه های حکومتی هم ازش تحت عنوان زبون بدن گروسی برای بیان کلافگیش اسم بردن. وای این مزخرفات چیه میگه این؟ من گفتم انحراف در هسته ای آخونده مشاهده نکردم؟ بر پدر آدم دروغگو. آخ مخم هنگ کرد، یکی منو نجات بده از دست اینا. وای 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 همه این ادا و اطفارها و معرکه گیریها برای فرار از کله پا شدن است. اما گیر افتادی عظما، بدجورم گیر افتادی، راه پس و پیش نداری که نداری. دوستان مرحمت زیاد.